اینایی که شما میگیم تهمت اتهام نیست. اتفاقا هفته پیش یه جلسه‌ای داشتیم با یه سری از مقامات، حرف شما هم شد. میگن بازپرس خاصی هستی، خیلی ازت دل خورن. اگه اسم رو رسمی در کنی واسه همینم به خیلی تهمت میزنی. دستتو بکش. دستت. چی گفت باشی؟ برو بشین. آقای شبابیس، یه بار دیگه میگم درست گوش کن. اتهام شما استفاده از شرکت‌های ساختگی، اخلال در نظام اقتصادی کشور با دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی و وام‌های کلونه. اگه توضیحی نداری بفرستمت بری زندان. میخوام با وکیلم حرف بزنم. آفرین، این الان شد حرف منطقی. پاش بیا جلو. صحبت. خیلی خب، شماره رو بده دفتر باشون تماس میگیرن. اسم وکیلت چیه؟ دکتر حکمت. ازشون شکایت شده، پروانش تعلیق شده. یه وکیل دیگه انتخاب بکن، بعد از توضیحاتت باش تماس بگیری. من 20 ساله دارم کار میکنم، انگار هر کی بیشتر کار کنه بیشتر بهش تهمت میزنن. اگه ادله و شواهد کافی نبود حکم جلب نمیزدم. من که به خودم مطمئنم، هیچ شرکتی تأسیس نکردم. امروز فردام شما مجبور میشی منو آزاد کنی، اون وقت من میافتم دنبال عاده حیثیت. دقت نکردی؟ گفتم استفاده از شرکت‌های ساختگی نه تأسیس. بله، کسای دیگه شرکت‌ها رو تأسیس میکردن. البته در موردم شما به موقعش همه چیزو به ما میگی. شما مراحل بعد تأسیس رو هماهنگ میکردی. این همش تخیلات شما. چی شد؟ جوابی نداری؟ ببین، برات قرار تأمین کیفری بازداشت موقت صادر شده. ببین، البته میتونی به این حکم اعتراض کنی، حق قانونیت. ببین، من تو این جلسه قرار بود تفهیم اتهام بکنم که خب کارم انجام دادم. شما هم که ظاهراً توضیح نداری دیگه. صادقی، بگو رضوی بیاد متهم رو ببره. سلام نوید. سلام. چی شده؟ خسته نباشی، زنده باشی. راستیتش روی فرهاد معظمی سوار بود. گزارش بچه هم که خوندم دیدم هر روز از خونه زده بیرون و رفته نمایشگاه ماشین. نمایشگاه ماشین؟ آره، این نمایشگاهی که ماشین میلیاردی میفروشن برای خیابون بهشتی. این مگه نگفت کارگاه قطعه‌سازی و اینجور چیزا داره؟ تو این چند روز که خبری از کارگاه قطعه‌سازی و این چیزا نبود. بریم نوید، بریم نمایشگاه، خودم باید بریم. بیا دیگه نوید. اینه نمایش داشت. لای 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 لای
لا 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 آه قزم یاد بالم دی آه قربونت برم آی لا 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 جونمون زنی نگه نکن فردت شم آی قزم یاد بالم هی هی آی قزم یاد بالم هی لا 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 قربونت برم بخواد دیگه لا 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 بابا لعیت زن فاطمه کسر نمیخواده که من دیوانه شدم اینجوری که تو داری عربده میزنی خب معلومه نمیخوابم بابا دارم لالایی میکنم من همینه بلدم همینه بلدم گربونت برم خود به سرم چرا گذاشتی شو پاده بسری آروغشو گرفتی؟ نه خب آروغ نزد چی من آروغ بذارم اگر نه دل در نمیخواب برو پیشمندشو بیارم من نمیدونم اگه بلدم من چجوری آروغ میزنه گربونت برم آخه بلد نیستم که آروغ بزنه آروغ بزن گربون آخه نه بزن یه گربون بزنم باسه ببینم شی زن میزنه باسه 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 ببینم شیه گربونش برم بله الو سلام علیکم آقا شما ای؟ بعد موقع زنگ زدم والا من بعد موقع خوب موقع که نداره این بحثه دیگه نمیذاره ما بخوابیم که منتظریم به سلامت آروغ بزنه بزن گربونت برم خب مزمانم نشم میخوام ببینم چیزی شده دوباره؟ نگران نباش دقیقا شما که میگین نگران نباش من چهار ستون بدنم میلرز واقعیتش قول میدم اذیت نشی چشم میرسم خدمتتون گربونش برم خیلی خوب فردا ساعت 11 صبح دفتر من باشه چش خدمت میرسم چش منتظرم گربانش شونم به گربونت برم باشو دولانم نه آخ زد هم آروغ و زد هم بالا آورد وایسا جانم وایسا گربونت برم چرا پنجره رو وا گذاشتی؟ خیلی بچه سرما میخواد نه آقا رو نمیشناسم چی؟ چت نامرد دروگوی هستی تو منو نمیشناس یعنی چی منو نمیشناسی؟ منو نگاه کن منو نمیشناسی؟ بابت تهمت هایی که من زدی باید جواب پس بدین جناب پاسپورتو دل کن منو نگاه کن چرا میگی منو نمیشناسی تو منو نمیشناسی من مگه تو نبوده من انداختتون شرکت نفتی که تمام زندگی منو نابود کرد مگه تو نبوده منو تهدید کردی که شکایتمو پس میگی الان میگی منو نمیشناسی آقا منو برگردون این زندان به زمین گرم بخوره تو روز روشن داره دروغ میگه دو سال پیش بعد این آقای سالار با حمیدرضا گور به گور اومدن سراغ من تو همین گرفتاری جدیدم خود این با نوچش اومد پیش من آقای باسپورس با آسمون ریسمون نمیتونی واسه من پرونده بسازی بشین هر موقع بهت اجازه دادم پا میشی کی باید تماس گرفت این پول مسدود شده تو به حساب خانم ادریخت؟ همین آقا دیگه تو کی هستی اصلا با تماس بگیرم؟ شما با من حرف بزن منو نگاه کن با شما شما ایشونو نمیشناسی دیگه بخیر بنویس همینو بنویس چشم بنویس من عباس علی کریمی رو نمیشناسم در مواجهه حضوری هم ایشونو نشناختم چشم همین زمینه پرونده میشه بنویس دیگه بابا من خودم گزارششو نوشتم حواله کن به حساب نماینده خیریه خودش میدونه چیکار باید بکنه تو منطقه محروم خودش خرید میکنه همونجا تقسیم میکنه بین خانواده خواهش میکنم منتظرم خواهش میکنم دیدیشون؟ بله حالا بس یه نیازسنجی بکنیم ببینیم چه کارهایی ما میتونیم برای اینا انجام بدیم خلاصه داشتم بهت میگفتم خانم جون حساب کن من بچه پرورشگاهی با اون زندگی دردناک داغون تنها کل پولی که تو جیبم داشتم حقوقی بوده که پرورشگاه به ما میداد خودت حساب کن بعد یه اون مثلا خدا یکی رو گذاشت سر راه من مثلا زندگیم از این رو به اون رو شد مثلا همسرم یه جور مثل معجزه زندگی من بود دیگه
اینقدر پول دارو مثلا یه فاز دیگه زندگی میگه به کل عوض شد این فیلم ها. چه خوب. شما دیگه چرا خانوم؟ چیو چرا؟ همین میگی ثروت و اینا چه خوب. بس ثروت همون یکی دو سال اولش جالبه مثلا، بعد تکراری میشه، هر کاری میخوای میکنی، هر چی میخوای میخری، هر جا میخوای میری، دیگه یه سوالی میاد تو سرت که چی؟ تهش که چی؟ این که چیه خیلی اذیت میکنه دیگه، پوچه، یعنی پوچه. وای موافقم. من فقط یه وقتای عالم خوب میشه، مثلا وقتی یه بچه هایی رو میبینم که تو شرایط بچگی خودم هم میتونم کمکشون کنم، یا آدم هایی که کلن نیازمندم میتونم قدمی واسه شون بردارم، انگار یه چیزی تو من آروم میشه، یه زخمی تو من مرهم میگیره. میدونی چی میگم؟ اون لحظه ها فقط حالم خوبه، اون احساس هیچ وقت تکراری نمیشه، هیچ وقت. من نه ثروتمندم نه پولدار، ولی این حسیو که میگه خیلی خوب درک میکنم. خودم هم بهترین اوقات زندگیم وقتیه که دارم به بچه های مدرسه و خانوادهشون کمک میکنم، مثلا یه جور انگار آرامش میگیرم. شما هم پولداری هم ثروتمندی، پول و ثروت شما همین قلب مهربونتونه، قدرش رو بدونی. خانم جون اینو بی زحمت ورق بزنین، نماینده خیریه ما این صفحات آخرش اینجا، این صفحات آخرش، این نماینده خیریه ما رفته یه دو سه تا از این روستاهای محروم رو سر زده، یه کمکایی هم کرده، ولی از کمبوداشون برای ما گزارش تهیه کرده. ببین اینجاست، این گزارش کمبودای این سه تا روستاست. خب الان ما چیکارشون کنیم؟ هیچی دیگه، میخواستم از شما خواهش کنم یه سری ایده به ما بدین که مثلا ما برای اینو چه کارهایی انجام بدیم. کارهای عمرانی انجام بدیم بهتره، کارهای خدماتی انجام بدیم بهتره. البته این کار یه زمان خیلی مفصلی میخواد که بشینیم دقیق راجبش حرف بزنیم. متاسفانه الان زمان نداریم، چون بعد بریم بانک، نیم ساعت بیشتر زمان نداریم. بانک برای چی؟ این قراردادی که شما امضا کردین، اسمتون اومده جزو اعضای هیئت مدیره، حالا امضاتون هم باید بیاد تو حساب خیریه. چه عجله یه، حالا در روزهای آتی من در خدمتتون هستم. حالا چه روزهای آتی، خب میریم الان دیگه، وقت هست. من یه سری معذوریت ها دارم، حالا سر فرصت خدمتتون عرض میکنم. راستش من فکر میکردم شما چون قرارداد رو امضا کردین دیگه مشکلی با چیزی ندارین. بیشتر از این نمیتونم از مؤسسه زمان بخرم، در واقع خودم زمان ندارم اصلا متاسفانه. فردا صبح زود خوبه؟ فردا صبح زودم خوبه. با اجازه من یک کاری دارم، بعد از خدمتتون مرخص بشم. خواهش می‌کنم یه لحظه، معذرت می‌خوام یه لحظه. تقدیم به شما. این چیه؟ ما هر چند وقت یه بار برای اعضای خیریه یه هدیه تدارک می‌بینیم. شما هم که دیگه جزوی از ما هستین، براتون گذاشته بودم که نه. دست شما درد نکنه، زحمت کشید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. میبینم اتون، با اجازه. خدا نگهدار. به سلامت. تاجیکی گزارشی کاره برای اول هفته اگه آماده بشه. خانم شاد ما جانم یه لحظه لطفا. چیزی جا گذاشتی؟ میشه برگای قرارداد رو به هم بدین؟ هر دو نسخه رو. هر دو نسخه رو؟ ما درد نکنه، یه مطالعه بکنم تماس بگیرم خدمت. با اجازه. ما
بله. از دفتر مهندس تاجبخش تماس گرفتن. تاجبخش؟ نماینده مجلس. آها خب. شماره‌شون رو دادم، می‌خواید تماس بگیرم واسه خونم؟ نه، این کارو واجب داشته باشن خودشون تماس می‌گیرن. راست آقای حسینی، یه متهمم آورده. خب پرونده‌اش روی میزتونه. خب منتظر باشم میگم بیان داخل. بله چشم. خب الان دیگه واضحه که چی گفتم دیگه. آقا حرف شما متین، ولی من این چیزایی که گفتید رو قبول ندارم. هر چیزی هم که همکاراتون از ما گرفتن ما از تو زایات پیدا کردیم. من سطل آشغالی کنار خیابون، شما الان دارید به من تهمت میزنید. کارت شناسایی، 5 تا کارت شناسایی تو بساطت بوده. آقا عرض کردم خدمتتون از زایات پیدا کردم. وافور داغ تو خورجینت بوده. وافور؟ من اصلا نمیدونم وافور چی هست. هر چی بوده تو زایات بوده. زایات و تلویزیون چی؟ نه دیگه اونو خودم خریدم. گوشتیتون کرد درآمد زایات و آشغال خیلی خوبه، الحمدلله. مرد حسابی ساعت 3 صبح با چاقو و قمه دستگیرت کردن، همین یه قلم حبس داره. آقا هم چاقو هم قمه همه را تو زایات پیدا کردم. میخواستم بدم فلزشو ذوب کنن. فلز ذوب کردن جرمه، آشغال جمع کردن جرمه، نون حلال در آوردن جرمه. تاری تیاره دیگه ها. نصف شب تو حیات طرف رو چاقو کشیدی. آقا دروغ میگه. من اومدم دیدم در حیات بازه، یه توکه پا رفتم یه سرک بکشم ببینم گوشت موشه حیات زایات مایات داره یا نه. یارو باور نکرد، فکر کرد من اومدم دزدی. آقای بازپاس شما در جایگاه قضاوت کلاه خودتون رو قاضی کنید، ببین به این تیپ و قیافه میاد دزد باشه. آقا من اگه دروغ گفتم شما همینجا با افتابه دهن من آب بکشی. این تیاره فامیلته؟ فامیلی جرمه؟ آقای بازپاس من نوکرتم، من شبا میرم زباله گردی، الان ساعت بدنم به هم ریخته. اجازه بده من برم برسم به کار زندگیم، یا لقمه نون حلال در بیارم. این تا زمان دادگاهش تو بازداشتگاه بمونه. آقای بازپاس من نوکرتم، شما یه روزی اون پرونده رو نگاه کن. اشتباه شده آقا، من کارم زایاته، من فقط آشغال جمع میکنم، پلاستیک جمع میکنم، فلز جمع میکنم، اینا جرمه. آقا ما یه توکه با رفتیم اونجا ببینیم زایات داره یا نه. اگر داشت من قطعا از این آقا اجازه میگرفتم میرفتم تو. بفهم بابا دارم حرف میزنم. آقا بذار آقا یه بار دیگه اون پرونده رو نگاه کن. اشتباه شده بابا، تو رو بذار من صحبت کنم. من دیروزم 2:45 با شبابی صحبت کردم، همچنان داره همه چی رو انکار میکنه. میگه من اصلا اسم این شرکت جعلی ها رو نشنیدم، و اگه سند و مدرکی دارین که نشون میده این شرکت رو مربوط به منم بیارین تا جوابتون بدم. این پوشش به ایجه گرمی که اینقدر بله خانم فنگ پوشی خونش رو تفتیش کنید. پوشی، لپتاپ، کامپیوتر، هر چی داره بردارید بیارید بگرد ببین اصلا این چیزی مشکوک اونجا پیدا میکنی یا نه. بله خانم فنگ. جناب آقای حسینی از دفتر مهندس تاجبخت تماس گرفتن، وصل کنم؟ وصل کن. سلام جناب حسینی، ارادت دارم خدمتتون. سلام علیکم، بفرمید. حال شما خوبه؟ مزاحم اوقات شریف شدم. زنده باشی جناب آقای تاجبخش. تاجبخش مجلس؟ بله، فکر خیر شما بین نماینده ها زیاد هست. به عنوان یکی از قضات سالم و پاک دست و مصلحت سنج قوه. بله، لطف دارم، بفرمایید. وقتتون رو نگیرم، در مورد آقای سعید شباویز زنگ زدم خدمتتون. بله، ایشون که حالا باید پیش ما بمونن. بله، در جریان هستم. من دورا دور روی این بنده خدا شناخت دارم. آه، نمیدونستم خواهرزاده نسبت دوره جناب آقای تاجبخش. ارتباط نزدیک که نداریم، ولی این بنده خدا جوون سالمیه، پیگیر کاراش بودم. حالا شاید یه خطایی هم کرده باشه، ولی دیگه نه در این حد که بازداشتش کنید. اونو دیگه بازپرس تشخیص میده. شما بفرمایید دقیقاً از من چه خواسته ای دارید. بله، اگه امکانش هست هر جوری که صلاح میدونین، مثلا با قید وثیقه آزادش کنید. نه خیر، امکانش نیست. شما تحقیقاتتون رو انجام بدین جناب بازپرس. من وظایف خودم رو بلدم آقای تاجبخش، ولی لازمه ایشون توی بازداشت بمونه. من کار دارم، خداحافظ شما. خانم فنایان، حفاظت اطلاعات قوه رو بگیر وصل کن به من. در مورد اعتبارنامه‌ش هم حرف حدیث زیاده. اینا رو نباید ول کنیم.
چون نماینده مجلسه فکر میکنه هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، همه هم باید برفش گوش کنن. دقیقاً. سوید علی برین اون رو بگردین. ناصر با من بیا. چشم. ساعتی گرون قیمت واسه پولشویه. اطلاعات آپارتمان از سیستم در آوردم. تا یه ماه قبل به اسم حکمت بوده، یه ماه پیش فروختتش. این سند ملک چند ده میلیاردی که به اسم حکمت تو خونه شبابیس چیکار میکرد؟ یه کپی ازش بگیری، یه گزارش هم بنویس بفرست برای بازپرس پرونده حکمت. نامه ها چی بوده؟ نامه زن شوهری. تو این دور زمانه کی دیگه نامه مینویسه؟ همه رو خوندین؟ نامه شخصیه. یک شوی نگاهی انداخت. شبابیس که زن نداره، یعنی توی مدت ما اصلا نفهمیم. ایرانیه. زن و شوهری که تو این دور زمانه برای همدیگه نامه می‌نویسن، یعنی واقعا عاشق همدیگن. اینجور زن و شوهرام پیدا میشن دیگه. قابل توجه های خاصکار. یعنی یکی مثل شبابیس باید بشه الگوی زندگی من. بعد برو یه سرگوش یاد بده ایمیل که نیاوران ببین کی اونجا ساکنه، کیا اونجا رفت آمد داشتن. باش. فقط یه چیزی، این نامه های عاشقانه یه چیزی انداخت تو کله. با توجه به اینکه زنش خارجه. حالا بذار یه خورده بیشتر روش فکر کنم، یه بار دیگه هم باش صحبت کنم ببینم در این مورد چیزی میگه یا نه. باش. باجلو جانم، این اطلاعات آدمایی که توی دفترچه تلفن گوشی‌ان رو دقیق در بیارا. میخوام ببینم کیا هستن، ارتباطاتشون چی بوده. دارم انجام میدم ولی خیلی زیادن. آقای خواستگار جانم، این مورد آخری چی شد؟ یه دو سه جلسه با هم دیگه صحبت کرد. کشتی ما رو با تمومش کن دیگه، اینقدر دست دست نکن. راستش میترسم جناب حسین. پس چی؟ دیگه آمار طلاق رو داریم میبینین که اگه دنبال عافیت طلبی هستی ازدواج نکن. زندگی مشترک سخت، خوشی داره، جر و بحث هم داره. آدم تا جر و بحث نکنه، طرف مقابلش رو نبخشه، آدم نمیشه. میشه این موجود خونسا که فقط به فکر خودشه و خوشیاش. درست میفهمین. چشم. راستی لیست کامل شرکت هایی که از بانک فردا وام گرفتن و نوع وام و مورد استفاده و هر اطلاعاتی که میشده در بردم دادم به خانم فناییان. اون موردی که روش حساس بودین منم چک کردم، فراد معظمی وام گرفته تا کارگاه تولید قطعات خودرو بزنه ولی این کارو نکرده. البته خیلی‌هاشون وامو غیر از اون جایی که باید مصرف کردن. دو دقیقه
بده به حرف من گوش کن. بازم آروم باش. صدات بیار با تو هم رویا صدات بیار پایین. گوش کن من چی دارم بهت میگم. مرتضا سه روز افتادی دنبالم، هی بی محلی کردم بده. گوش کن بفر. من یه زمانی دوست داشتم. رویا رویا برو تو. بس کن رویا بس کن. بالا بری پایین رویا. طلاق نمیدم رویا. صفحه چی یاد میگم؟ همه چی با تو این محل آمده دارم قربونت برم. همه چی رو رویا واسم تعریف کرد، گریه میکرد و تعریف میکرد. منم شوک شدم. خب مگه میشه آقا هدایت همچین کاری بکنه؟ آخه فعلا که شده، نتیجهش هم اینه که شما بری سراغ زندگی خودت، ما هم برسیم به بدبختی. یعنی چی برم سراغ زندگی خودم؟ رویا زندگی من نیست. ببخشید مهدی جون، رویا دوست نداره توی زندگی باشه که تا آخر اون به خاطر کاری که بابامون کرده تأخیر بشه. آقا مرتضی یه نگاه به من بکن. من هم قابضیم. مشتی من چنین چیزی گفتم؟ من رویا رو خیلی دوست دارم. ببخشید آقا مرتضی، من تا حالا به شما نگفتم، ولی مامان بابای من با این ازدواج مخالف بودن. من نه به رویا چیزی گفتم، نگذاشتم شما خبردار بشی. واسطادم قانعشون کردم که جز رویا هیچ کی نمیتونه تو زندگی کنارم باشه. و شما به من میگی من برم پی زندگیم؟ احمدی جون، همون جوری که تو حق تصمیم گیری داری آبجی منم داره. نه نداره. ببخشید ها نداره. رویا الان نمیتونه تنهایی تصمیم بگیره. من و رویا الان زن و شوهریم. آدم بعد ازدواجش اجازه نداره که تنهایی تصمیم بگیره. آقا مرتضی، من عاشق رویام. عشقم واسه من اینجوری تعریف شده که من همیشه کنارش باشم، چه تو خوشی، چه تو سختی و گرفتاری. زحمت میکشی یه چیزی بهش بگی؟ چی؟ بهش بگو من دست از سرش بر نمیدارم، یه چند روزی نمیام دورو برش تا اعصابش یه خورده آروم شه، ولی بعدش میام سراغش. آقا چی میگی؟ چرت و پرت چرا میگی؟ تو شرایط خانواده ما رو داری میبینی یا کنه شدی بابا؟ برو دنبال زندگی بابا. مرتضی خواهش میکنم یه چیزی بهش بگو، بزن یه چند روزی بگذره اعصابش آروم بشه، بعد بیاد جلوم واسه تو چشام نگاه کنه این چیزایی که شما میگین رو به هم بگه. اگه گفت چشم میرم پی کارم. دم شما میکنم متی. رویا اگه اینجوری زد تو پره چون دوست داره، نمیخواد گرفتارشی. بعدم با این اتفاقا که برا ما افتاده خانواده خودت هم اذیتت میکنه. خانواده من رویاست. بابا دمتون گرم، همو دوست داریم. نامزد من که وقتی ماجره بابا واسش تعریف کردم هیچی نگفت، نگام کرد دو دقیقه نگام کرد بعد پشت رفت. هیچی به هیچ. تلفن ها هم جواب نست، خوش هم زنی نزد. خسته شدم، خسته شدم از این زندگی. زورم نمیرسه. تو برو من باش صحبت میکنم آروم شد. دمت گرم آقا مرتضی. میلیون. 12 میلیون. 30 میلیون. 8 میلیون. 15 میلیون. 14 میلیون. شماره تلفن همه اینا رو از تو گوشی شواویز درآوردم. به اسم همشون شرکت تأسیس شد و از مدارک و هویتشون هم سوء استفاده کردن. آقای نکویی. نکویی. بله قربان، با بنده هستیم. بفرمایید من در خدمتتونم. این آقا مدیر عامل شرکت تلاشگران عزم تاخته، همون شرکتی که از حسابش برای خانم موحد بازیگر چک صادر کرده بودن. آقای نکویی چقدر پول گرفتی؟ چقدرشو؟ فکر کنم یه 25 تومن اول به ما دادن،
بعد یه دو سه تومنم دستی ازشون خواستیم، دستشون در نکنه دادن. حدودا فکر سرجم 30 تومن آقا به ما پول دادن. ما راضیم. همین. خب واسه شون چیکار کردیم؟ اول کارت ملی ما رو گرفتن، بعد ما رو بردن بانک، اونجا حساب باز کردن. بعد چند جا رو گفتن امضا کن، ما هم امضا کردیم. بعد گفتن اینجا رو انگوش بزن، این کاغذ رو زدی. این کاغذ رو انگوش بزن، زدی. بعد تموم شد. باور بفرمایید، باور بفرمایید. من رو هم بیخبره، نمیدونستم اینو دارن چیکار میکنن. ولی پول خوبی دادن، دمشون گرم. حالا ما رو ول میکنید بریم، حالا هم خوب نیم. خیلی خوب، بگی بشین. هم عکس شوابیز رو بهشون نشون دادم، همون دومیه که به عباس علی کریم خودش رو سالار معرفی کرده بوده. همشون هر دوتاشون رو میشناسن. مراحل کارم برای همه یکی بوده. اطلاعات همشون رو بگیر. چشم. نگهشون داریم؟ تک تک بفرستشون توی اتاق تا تصمیم بگیرم. چشم. سلام. جانم نوید. الان خبر دادن یکی به اسم جمشید آهنگری فرودگاه امامه. نباید از کشور خارج بشه. وارد شده. دبی بوده. خروجش ثبت شده؟ نه، منم تعجب کردم. هیچ آدرسی ازش نداشتیم، ولی الان یهویی اینجوری پیداش کردیم. نوید، من دستورشو داده بودم. آدرسشو پیدا کنید. باش، خدا. همه آدمایی که شرکت به نامشون ثبت شده با مزمانت نامه گرفتن، همین آدمایی به اصطلاح مستضعف و همین آقا قوام استخدامشون میکرده و هر کدومشون هم بین 20 تا 150 میلیون پول میداد. حالا این قوام کجا هست؟ دبی. شباویز در مورد قوام چیزی گفته؟ از بیخوبون همه چیزو منکر میشه. باید از ابعاد کارهای قوام سر در بیاریم. این آقا شرکت سوری تأسیس میکرده، بعد میفروخته به آدمایی مثل این شبابیز با رقمای درشت. پس احتمالاً میشه توی پرونده های دیگه ردشو زد. دو تا پرونده دیگه دست پاسپورت فراهانیه، باش صحبت کردم. میگفت تو پرونده به همچه آدمی برخورده، ولی خب اطلاعات نداشت. من اطلاعات قوام رو بهش دادم، حکم جلبش هم که زدم. اگه برنگرده ایران با دست طریق اینترپول اقدام کنیم دیگه. به نظرم باید هرچه زودتر شباویز رو به حرف بیاری. این شباویز همسرش ایران نیست، انگلیسه. شباویز هم هر چند وقت بار میره بهش سر میزنه برمیگرد. خب میتونیم از طریق اینترپول اقدام کنیم. متهمه؟ تو پولشویی ها دست داشته، خیلی کارهای دیگر هم انجام میده. به نظرم اول باید مطمئن بشیم که متهمه، بعد یه جوری میکشونیمش ایران. حالم خوب نیست آمد، درب و داغونه. این وقت شب اومدی، حال بده تو گزارش بدی؟ نمیدونم پشت ماجرا چی بود که داستان به اینجا رسید. نمیخوام قضاوت کنم. حرفتو بزن. فرهاد گند زده، خودت هم میدونی. ماجرای استفاده به خاطر این بود، نه اون پرونده‌ای که ازت گرفتن. فرهاد گند زده من استفاده دادم؟ حوصله این حرفای بی ربطو ندارد. حامد وام گرفته با بانک مشارکت کنه، پولو یه جای دیگه هزینه کرده، الان نمایشگاه ماشین داره. اینکه وامو چجوری گرفته جست و گریخته یه چیزایی میدونم، اونم مشکل داشته. من نمیدونم تو چقدر از ماجرا با خبری.
ولی حامد جان هر جور میتونیم داستانو سر و سامون بده. الان داری منو تهدید میکنی؟ حامد پرونده‌ای که دست منه، پرونده بانک فرداست، یه جورایی هم به فرهاد ربط داره. به حرمت نون و نمکی که خوردیم نمیخوام شرایط جوری بشه که برای تو بد بشه. میتونی بیای شعبه هرچی میدونی بگی، ولی ترجیح من اینه با حفاظت قوه صحبت کنی. شبابی، علی فدایی، فرشید پورعباس. اگر اومدن سراغ بازداشتت کردن، این دهنو بسته نگه میداری؟ بچه های حفاظت و قوه سعادت و خانوادش رو تحت نظر گرفت. من هرچی در مورد سعادت میدونستم با جو امیدی گفتم. سر ماجرای خوش از من فریب خورد. من شکو از این بنده خدا گرفتم، ولی به نظر اینه دارن در مورد ما خیلی بلخرجی میکنن. اومده بودن سعید شبابیز فراری بره. این شبابیز جهرسی ها ماجراست که اینجی به تکابو افتادن درش بیاد.